درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشورمان. خبرگزاری ایران وایر، صدای اشکان کیارش امینی، تنها برادر مهسا امینی را که نخستین کسی بود که جزئیات واقعه را اطلاع رسانی کرد، پس از یک سال منتشر کرده است. گفتگویی که یک سال پس از آن می‌گذرد و حالا همه دنیا نام مهسا را می‌دانند. این گفتگو زمانی انجام شده است که مهسا به کما رفته بود و در بیمارستان کسرای تهران هنوز کسی نه اسمش را می دانست و نه تصویرش را دیده بود. ایران وایر اعلام می کند که این گفتگو در صورتی انجام شده است که اشکان کتک خورده و لباسش پاره شده بود و صورت و چشمهایش از گاز اشک‌آور همچنان می سوخت. 25 شهریور که اعلام کردند که مهسا طاقت نیاورده و جان داده، اعتراضات سراسری و خیزش دادخواهانه مردم ایران از نزدیک به نیم قرن ظلم جمهوری اسلامی آغاز شد. بعد از آن وحوش علی خامنه ای کشتند و کور کردند و به حبس کشیدند تا کتمان کنند و بگویند که مهسا را نکشتند. خانواده مهسا را تحت فشارهای امنیتی قرار دادند. در رسانه‌های حکومتی چندین و چند مستند ساختند که هنوز ادامه دارد تا به افکار عمومی به قبولانند که جینا به خاطر بیماری‌های قبلی جان داده است. خبرگزاری ایران وایر گفته است که انتشار این فایل صوتی بعد از یک سال و همزمان با سال روز کشته شدن دختر جوانی که نامش رمز مقاومت شد، تنها یک هدف دارد و آن افشای تمام حقیقت به زبان برادر مهسا امینی برای افکار عمومی و نهادهای ملی و بین المللی است، به عنوان سندی از جنایتهای جمهوری اسلامی. در ادامه این فایل صوتی را با هم می شنویم. سلام آقای امیری. سلام، امینی هم بله. خوب هستین؟ من آیدا خجر هستم، از تحریریه ایران وایر با اتون تماس میگیرم. میخواستم در مورد وضعیت خواهرتون اگر که امکانش باشه با اتون صحبت کنم. البته اگر نمیخواین جای مطرح شه که با اتون صحبت کردم هم نمی کنم، ولی میخواستم. نه، ایبی نداره، اشکال نداره. چی شده آقا؟ چه اتفاقی افتاده؟ والا ما اومده بودیم مسافرت. بله، دم حقانی بودیم، شهید حقانی. اما اونجا که رسیدیم ماشین گشته اومدن، گیر دادم به خواهرم، سوار ماشین کردم. منم نمیدونستم، شهر ما کردستان اونجوری نیست. منم رفتم بپرسم اینم داستان چیه. خب رفتم سوال کردم، گفت میخوای بدونی داستان چیه. دستم رو گرفت پیچ داد، گفت بیا تو هم سوار ماشین کنم یه ماشین دیگه. من هم دستم رو کشیدم و عقب بود این رو دوام گرفت و از این داستان ها. بعدش دیگه شمارم زدن؟ اونجوری نبود، نه، دستم رو پیش داد، من دستم رو کشیدم و عقب پالش دادم. خب بعدش من دیگه هر جوری بود اومدم بیرون از ماشین. بعدش خواهرم رو سوار ون کردم بردم تو اماکن. اونجا گفتن یه ساعتی کلاسی از واسهشون میذارم میام بیرون. ما گفتیم میبی نداره، حالا خب پیش اومده. رفتیم اونجا در امنیت نمیدونم چیه، امنیت اخلاقی چیه. آره، رفتم اونجا نزدیک 60-70 نفر اونجا وایساده بودن، همهشون منتظر لباسا ورده بودن براشون. لباسا رو دادن و بعدش چند نفر رو که آزاد کردن یه صدای دیگ و داد اومد از تو. همه در رو محکم کوبیدیم و از در رفتیم بالا و نذاشتن. خلاصه اومدم بیرون با گاز اشک‌آور و اسپری و باتوم و اینا افتادن تو جونمون. همه بدنم کبود شده، من چشم الانم میسوزه.
آره دیگه، بعدش یه آمبولانس 5 دقیقه بعدش اومد، یه نفر رو برد با خودش، برد بیمارستان. خب منم هیچی اصلا نمیدونست چیه، هر دختری از اون تو میومد بیرون میگفتن یه نفر رو کشتن. ما هم عکسش رو بهشون نشون گفتن یه نفر رو چیکار کردن؟ میگفتن یه دختر رو کشتن رو. خب یه نفر مرده. خب بعدش هر کی میومد بیرون عکسش رو بهش نشون میدادن، دو سه نفر گفتن نمیدونیم، من ندیدمش. یکیشون اومد بیرون گفت این تو بغل من اینطوری شد. دیگه نتونستم بپرسم ببینم داستان چیه، چرا این کارو کردن، زدنش، ترسوندنش. خب بودو بودو اومدم بیمارستان کسرا، خودم رسوندم اینجا، گفتن اصلا آمبولانس یه سربار بینه هیچی باش نبوده، خود آمبولانس تک تنها اومده. بعدش من اومدم اینجا، چند تا پلیس اینا اومدن اینجا دوام گرفت باشون، لباسام پاره شد، کلن پاره پوره شدم خدا شد. بعدش الان سردار اومده اینجا میگه من همه کارا رو میکنم و چی، و اونجا هم بازم بریدم وسط حرفش نذاشتم حرفش رو بزنه، چون دروغ میگم. خب الان بعد شما اومدین و مهسا اون دختره درسته؟ بله بله. دکترها چی میگن؟ هم سکته قلبی کرده هم مغزی، الان قلبش یکم بالا اومده ولی مغزش هوشیاری نداره، تو کما هست تقریبا. جوابمون کردن دیگه. ای بابا اول که من واقعا هر جا میریم دو تا مامور پشتمونن، هر جا الانو میگین بعد این قضیه رو میگین؟ آره ولمون نمیکنن. مامانتون نمیتونیم یه تلفنی اینجا حرف بزن. ببین فامیلیتون امینیه درسته؟ آره درست. سنندش 22 سالش بود مهسا هست در واقع. 22 آره. خودت چند سالته؟ من 18 سالم. ببین اصلا نگفتن بچه ها که چی شده، یعنی اینکه مثلا یا مثلا بدنش زخمی؟ من ترسیده بودم، فقط تونستم بودو به خودم برسونم بیمارستان. اصلا هیچ نامونشونی هم نداده بودن، با اون کارت بیادهشون اون تو خودشو معرفی کرده، زدن کشتنش، آوردنش بیمارستان. بعدش که اومدن اینجا نگفتن فلانی اسمش اینه، همینجوری ولش کردن. من رفتم دم امنیت چی بود؟ پلیس امنیت اونجا بودم. امنیت اخلاقی. خب دم اونجا بودم، اون ماشین آمبولانس اومد رفت، من از سرباز پرسیدم گفتم کیه، گفت سرباز خودمونه زخمی شده. من نیم ساعت بعد این آمبولانس اومده خواهرم رسونده تو بیمارستان، من نیم ساعت بعدش فهمیدم، یعنی من نیم ساعت منتظر خواهرم بودم از اونجا بیاد بیرون. شکایت کردین؟ گفتن من شنیدم. شکایت کردم شکایت منو خودت دارن. من رفتم چیز اسمش چی بود، رفتم دادسرا، نامه بهم دادن، ناممو میگن برو همون اماکن اونجا که وزرا من رفتم خواهرمو کشتن اونجا، من باید اونا بررسی کنم. شکایتم رو ادامه میدم ولی مثل این میمونه من یه نفر رو بیارم تو خونه خودمون بکشم، بعد بیان از بابام بپرسم بگن تو کشتیش، بابام میگه آره. ببین بگو. نمیذارم اینطوری در برن، هر جوری باشه پخشش میکنم، همه ایران پخشش میکنم، هر جا دوست داشتی پخش. اسم کوچیکت چیه؟ من کیارشم. کیارش جان یه چیزی به من میگی، مهسا درس میخونه؟ دانشجوه یا چی کار؟ نه تو خونه بوده؟ آره. اوکی عکس داری از مهسا بر من بفرستی همینجا؟ آره عکسشم بزنم. اوکی میفرستم. بعد ببین این بیمارستان و اینا وقتی تحویلش گرفته بودن نگفتن توی بدنش مثلا جای کبودی بوده، نمیدونم آسیب این شکلی بوده؟ نبوده؟ نه. اوکی باش. بوده، من خودم نگاه کردم پاش کلن جا کبودیه بودش، دیدی؟ کلن باز کرده، من خودم دیدم، نمیذاشتم فیلم بگیرم صورتش رفتم اون تو نمیذاشتم فیلم بگیرم. اوکی ولی دیدی خودت که پاش آسیب دیده؟ آره. باز صورتش آره. هم برم کرده. آره دیگه چه امیدی داشته باشم، دکترو جوابم کردم، من تو کل دنیا خوار داشتم، اونم ازم گرفتم،
خب نهایتش منم مثل اون میمیرم. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.